اول ویدیو رو با یک سوال شروع کنیم. آیا بیشتر ثروت جهان در دست یهودیانه؟ شاید خیلی جاها شنیده باشید که بیشتر ثروت جهان دست یهودیانه. اما خب باید بگیم که بر حسب آمار این یک ادعای کاملا غلطه. در واقع یهودیان نسبت به جمعیتشون ثروت بسیار زیادی دارن. اما با هر منطقی هم که حساب کنیم نمیشه بگیم که اغلب ثروت جهان دست اونهاست. اجازه بدید یه نگاهی به آمار بندازیم. طبق آمار ویکی‌پدیای انگلیسی جمعیت دینی به این ترتیبه: مسیحیان 2 میلیارد و 380 میلیون یا 31% از جمعیت، مسلمانان 1 میلیارد و 900 میلیون یا 24% از جمعیت، هندوها 1 میلیارد و 100 میلیون یا 15% از جمعیت و یهودیان 14 میلیون نفر یا 0.18%، یعنی کمتر از 0.5%. با توجه به این آمار نمیشه انتظار داشت که یهودیان با جمعیتی کمتر از 0.5% ثروت اعظم جهان رو در دست داشته باشند. بریم سراغ راز ثروت یهودیان. لیسا کیستر محقق این تحقیق میگه: من طی تحقیقاتم متوجه شدم که خانواده ها تأثیر زیادی روی تفکرات و در نتیجه عملکرد کودکانشون در مال اندوزی و کسب ثروت دارن. و در ادامه میگه بخش اعظمی از تأثیری که خانواده روی فرزنداش داره در واقع نشأت گرفته از چیزیه که دین به اونها آموخته. چیزهایی که خانواده های یهودیان به کودکان خودشون میآموزن خیلی تفاوت داره با چیزی که خانواده های مسیحی به فرزندانشون میآموزن. کیستر میگه که آموزه های دینی تأثیر زیادی بر استراتژی های مرتبط به ثروت اندوزی داره. معمولاً اغلب مسیحی ها بیشتر به دعا و توکل بر خدا متمرکزن و این کمی باعث شده اونها تمایلشون رو به سرمایه گذاری از دست بدن. همینطور که این عزیزان بیشتر از دنیا به پاداش های بعد از مرگ فکر میکنن و این موضوع هم باعث شده که خیلی به فکر انباشت پول در این دنیا نباشن. اما در مقابل این تفکرات یهودیان در عین قبول داشتن دنیای پس از مرگ علاقه زیادی به اون ندارن و بیشتر به این دنیا و زندگی فعلیشون فکر میکنن. همین موضوع باعث شده که خانواده هاشون کارهایی که نتیجه اونها انباشت ثروت، درآمد بالا و سرمایه‌گذاری باشه رو انجام بدن. کیستر در نتیجه تحقیقاتش اینطور گفت که به طور کلی به نظر میرسه دین فقط یکی از عواملیه که بر ثروت افراد تأثیر میذاره. اما در هر حال بعد از تحقیقات متوجه شدیم که اثر دین در بین دیگر فاکتورهای تاثیرگذار بر ثروت مردم بسیار زیاد و برجسته است. اما چیزی که ما میتونیم از این تحقیق بفهمیم اینه: خانواده های یهودی هوش مالی به شدت بالایی دارن و این هوش مالی رو به نسل های بعدی خودشون منتقل میکنن. همین موضوع باعث میشه که اونها ثروت زیادی به دست بیارن. بریم سراغ اسرار ثروت یهودیان. یهودیان پول رو مقدس میدونن. اولین و شاید مهمترین راز ثروت یهودیان این باشه که دین اونها پول رو بسیار مهم و در واقع برخلاف تصورات خیلی از مسلمانان و مسیحیان که پول رو مایه فساد میدونن، یهودیان برای پول ارزش قائلن و بر این باورن که پول باعث ایجاد خیر و شادی میشه. در دین یهود و کتابهای مقدس اونها بیپولی و فقر هیچ توجیهی نداره و عملا همه افراد پیرو این دین باید تلاش کنن تا ثروت بیشتری بدن. یهودیان در سرمایه گذاری هوشمندند. یهودیان در سرمایه گذاری هوشمندی بالایی دارند. در واقع یکی از رفتارهای عادی میان اونها اینه که پولی که به دست میارن رو جای سرمایه گذاری کنن. نکته جالب اینجاست که اغلب اونها به سراغ سرمایه گذاری هایی میرن که نقدشوندگی بالایی دارن. یعنی اونها پول خودشون رو در سکه، دلار، زمین سرمایه گذاری میکنن که امنیت بالایی داره و هم سریعاً در صورت نیاز به پول نقد میشه. یهودیان در سرمایه گذاری آینده نگران خوبیه. دوست عزیزی میگفت یهودیانی که وضع مالی خوبی دارن به محض بچه دار شدن برای اون یه زمین میخرن، چون میدونن تا رسیدن این فرزند به بزرگسالی ارزش داراییشون به شدت بالا میره. با توجه به این موضوع میشه گفت که عملا یهودیان از همون کودکی با مفاهیم سرمایه گذاری آشنا میشن و به اون عادت میکنن. راز ثروت یهودیان که مسلمانان نمیدونن. البته نمیشه گفت که یهودیان فقط به دلیل دینشونه که ثروتمندن، اما خب همونطور که کیستر هم گفت نقش دین در ثروتمند بودن و نبودن جوامع بسیار چشمگیره. به نظر میاد راز ثروت یهودیان که مسلمانان نمیدونن همین هوش مالی باشه.
همونطور که قبل‌تر گفتیم، یهودیان از همون ابتدا در خانواده‌های بزرگ میشن و کتاب‌های دینی رو میخونن که به اونها چند تا از اصلی‌ترین مفاهیم در مورد کسب ثروت، سرمایه‌گذاری و غیره رو یاد میده. اما در خانواده‌های مسلمان به طور پیش‌فرض چنین چیزهایی به کودکان آموزش داده نمیشه. در کمال تأسف باید گفت همونطور که در کتاب یهودیان و روایت‌های اونها به اهمیت پول و ثروت اشاره شده، در دین اسلام هم از این مفاهیم و اهمیتش صحبت شده. اما خب این ما هستیم که از اون اطلاعی نداریم. مثلا در هیچ کجای کتاب قرآن از این صحبت نشده که پول باعث فساد میشه، اما در ذهن خیلی از مسلمان‌ها چنین باوری وجود داره و پول زیاد رو بد میدونن. یا اینکه در کتاب قرآن بارها به این موضوع اشاره شده که مسلمانان باید در ثروت زندگی کنن. اصلا اگه خودمون هم کمی منطقی نگاه کنیم، قرآن بارها توصیه میکنه که به فقرا کمک بشه و خب قطعا تا زمانی که ثروت نباشه نمیشه به کسی کمک کرد.